خشونت در پی جهش ناگهانی قیمت بنزین در بیش از 30 شهر ایران. گزارش های غیررسمی از کشته شدن دست کم 10 معترض حکایت دارد. در برنامه امشب به ابعاد مختلف این ناآرامی ها میپردازیم. در ادامه این 60 دقیقه تصمیم سران سه قوه در شورای با تایید رهبری کشور را به ناآرامی کشانده. جواب کاسه صبر لبریز شده معترضان را دولت می‌دهد یا مجلس یا قوه قضاییه یا هم رهبر. تأمین کسری شدید بودجه یا تقسیم درآمد با ابشار کم درآمد. حکومت می‌گوید قرانی از پول بنزین را برای خود بر نمی‌دارد. چرا معترضان حرف مقام‌ها را باور نمی‌کنند؟ بنزین در ایران نسبت به بسیاری از کشورها همچنان ارزان است. اگر نرخ تازه جلوی قاچاق سوخت را بگیرد، بازار سیاه دو نرخی شدن را چه می کنند؟ و گزارش ها از اختلال در اینترنت در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. عده‌ای می گویند اینترنت تلفن های همراهشان قطع شده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. موجی از اعتراض ها ایران را در بر گرفته. اعتراض هایی که رنگ خون به خود گرفت. افزایش قیمت بنزین در ایران به شکلی کم سابقه و اجرای آن به شکلی غافل گیر کننده. جرقه تازه ترین دور اعتراض ها را زد. تا حالا حرف از کشته شدن حتی بیش از 10 معترض در سیرجان، بهبهان و مریوان و دیگر شهرهای ایران است. در بهبهان جمعیت خشمگین یک ساختمان دولتی را هم آتش زدند و دودی غلیظ آسمان مرکز شهر را در بر گرفت. نیروهای امنیتی با حضوری سنگین سعی کردند تا وضعیت را کنترل کنند. حاکمیت در ایران کم ناآرامی و اعتراض ندیده و در سرکوب هم تجربه 40 ساله دارد. این دور از اعتراض ها و ناآرامی ها چقدر جدی است؟ چرا در گیرودار این جنجال ها عده‌ای شعارهایی فراتر از موضوع بنزین سر می‌دهند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از نیکولاس نیکزاداد. شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم در سینه تیر. مردم با تیر زدن. مردم با تیر زدن. مردم با تیر زدن. ادامه ناآرامی ها در چهارگوشه ایران. اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین. اینجا در بهبهان شاهدان عینی کشته شدن یک نفر دیگر را به بی بی سی خبر دادند. اینجا مردم در بوشه زیر پمپ آب شعار می دهند. اینجا در ساری مردم حسن روحانی را هدف شعارهایشان قرار دادند. رئیس جمهور ایران که گفته بود درآمد حاصل از افزایش قیمت تماما بین 60 میلیون شهروند مستحق تقسیم می شود. این ویدیو از اصفهان به دست ما رسیده. و این تصاویر از خیابان پیروزی تهران. مردم ریختن تو آگاهی. پیشتر در سیرجان، جایی که ایرنا خبرگزاری دولتی اعتراض‌ها را شدید توصیف کرده بود، محمد محمود آبادی فرماندار کشته شدن یک نفر را تایید کرد، اما گفت ماموران امنیتی اجازه زدن تیر مستقیم به معترضان را نداشتند. او همچنین درباره مجروحان جمعه شب در سیرجان گفت نمیتوان با یقین گفت با تیر مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شده باشند، چون بعضی از پشت و پهلو ضربه خورده‌اند. اعتراض بنزین 3000 تومانی شیراز چهار ریشمند. افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است، نهادی که رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای تأسیس کرده و اختیارات بی سابقه‌ای دارد. بعضی از نمایندگان مجلس از اعلام ناگهانی این خبر و کنار گذاشته شدن مجلس در این فرایند گله کردند. در بیرون از ایران شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران با کنایه نوشت نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیر ایرانی اش و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. در این حال حتی گزارش روزهای سخت آسان نیست. یزدان مرادی خبرنگار روزنامه سازندگی در توییتر از قول یک رئیس نوشته منفی ننویسید حذف میشه. مهدی احمدیان هم کاریکاتوری را که روزنامه آرمان ملی اجازه انتشارش را نداده در توییتر منتشر کرده.
ایران کلانتری آتیش زدن در پل مالی آباد. پلیس ایران گفته بود آرامش در کشور برقرار شده، اما این تصاویر داستان دیگری را حکایت می‌کنند. نیکولاس نیکزاداد، بی بی سی. دو مهمان داریم که با اونها موضوع رو بررسی میکنیم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ماست، و همینطور حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی از تهران. آقای نامور حقیقی، لحظه به لحظه اینطور به نظر میاد که موضوع داره جدیتر میشه، اینطور فکر نمیکنید؟ هر حال با توجه به اینکه، با سلام خدمت شما جناب آقای زیدآبادی و بینندگان محترم، با توجه به اینکه پتانسیل اعتراضات در ایران زیاد هست و موقعیت اقتصادی ایران با مشکلات جدی مواجه است، دولت 30% کسری بودجه داره، سبک زندگی مسئولین متاسفانه علارغم شعارهایی که میدن تغییر نکرده و مردم احساس میکنن که مسئولین و طبقات بالا روش قبلی زندگی خودشون رو ادامه میدن، و اخبار مربوط به فساد اقتصادی، همه اینها مجموعه سبب شده و نداشتن چشم‌اندازی در آینده که به خصوص در ارتباط با ارتباط ایران با قدرت‌های بزرگ است، که بر مبنای ادامه غنی‌سازی که موضوعی نیست که جامعه چندان براش احساس دلبستگی کنه یا احساس همبستگی کنه، همه مجموعه فضای نارضایتی ایجاد کرده که به هر حال منتظر جرقه است که مثلا افزایش قیمت بنزین که برای مصرف جوانان در حوزه های اجتماعی خیلی مهم هست و با توجه به مسئله عدم اشتغال، همه اینا اون جرقه رو زده که میتونه به هر حال گسترش پیدا کنه. البته نباید فراموش کرد که در مقایسه با تظاهرات قبلی هنوز سیستم توانای مدیریت این نوع تظاهرات رو داره. آقای زیدآبادی، اسدی زیدآبادی، شما چی فکر میکنید؟ هنوز سررشته کار در دست نیروهای امنیتی هست؟ من بعد از سلام به شما لازم میدونم که اولا تسلیت بگم به خانواده های داغداری که تو یکی دو روزه در اعتراضات عزیزانشون از دست دادن، به ویژه در سیرجان. خبری هم که چند ساعت پیش به من دادن، ظاهراً یکی دیگه از افرادی که به دلیل همین اعتراضات حالش وخیم بوده در سیرجان متاسفانه فوت کرده، ولی من هنوز نتونستم اسمی ازشون داشته باشم. در این حال فکر میکنم که این تصمیمی که جدا از مشارکت مردم و بدون اطلاع مردم و در شرایطی که به نظر میرسید حکومت میخواسته که مردم رو غافلگیر بکنه، در حالی که خب هیچ جای دنیا و هیچ جایی که از قوانینی که ما داریم همچین مناسباتی تعریف نشده، مردم رو به خشم آورده. این طبیعتاً حاصل یک رشته بحرانهایی بوده که دائما به تعویق افتاده حل اونها، و دولت و به طور کلی حاکمیت از حل و فصل اونها عاجز بوده. خب الان به هر حال این بحران اعتراضات هم اضافه شده به بحران‌های دیگه که حکومت داشته. خب البته برای این مسئله و برای این بحرانش همیشه دولت و حاکمیت این در همه جای دنیا البته این ابزار اسلحه و خشونت رو داره که متاسفانه شاهد هستیم و ویدیوهای دردآوری منتشر شده که اسلحه مستقیما به سمت مردم بوده، و فکر میکنم که نیاز هست که دادستانهای شهرها و همینطور رئیس قوه قضاییه و مسئولین قضایی فوراً رسیدگی بکنن که چجوری ممکنه اسلحه جنگی به سمت مردم گرفته بشه. حالا این مردم هر اعتراضی که میخوان داشته باشن، این به هیچ وجه پذیرفته نیست که اسلحه به سمت اونا گرفته بشه. این تصمیم یک دفعه دیگه باعث شده تا تنش‌های ناشی از اختلال سیاست‌گذاری در حکومت ایران به سد بیاد. مجلس از این ناراحتی که یک شورا بدون مشورت با مجلس چنین تصمیم گرفته، کل کشور رو به هم ریخته. بعضی از نماینده‌های مجلس به دنبال متوقف کردن افزایش قیمت هستند. بعضی هم می‌پرسند که هزینه‌های امنیتی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین چه سودی در این دوران نابسامان اقتصادی داره. پیامدهای سیاسی این افزایش قیمت در خارج از ایران هم قابل توجه، به ویژه برای آمریکایی‌ها. گفتگو رو با هر دوی آقایون ادامه میدیم، ولی قبل از اون گزارش داریم از محمد امینی که نگاهی کرده به پیامدهای این تصمیم. شهرهای مختلف در حال اعتراض، سیاستمداران در حال توجیه و یا مخالفت با این افزایش قیمت.
زمانبندی، نحوه اعلام خبر در نیمه شب، بدتر شدن وضع مردمی که از تحریم‌های آمریکا در رنج بودند و تنش‌های سیاسی و جناحی در فضای خبری و مجازی سوالاتی را درباره این تصمیم ایجاد کرده. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا عامل اصلی این وضع را اینطور معرفی کرده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که یک شورای فراقوه است، پس از چند جلسه بررسی موضوع قیمت سوخت تصمیم گرفت تا قیمت بنزین را افزایش دهد. به نوشته ایسنا، تصمیمات این شورا به منزله تصمیمات نظام تلقی شده و رهبری هم تأکید کرده که از مصوبات این شورا حمایت خواهد کرد. رهبر ایران خود پیش از این هم از مصرف بالای بنزین انتقاد کرده بود. مصرف بالای بنزین در داخل، اون روز ایشون به من گفتن که روزانه 105 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور. حالا یه جا دیگه من خوندم توی گزاری که بیشتر 120 میلیون است. خب یه گزار 120. حالا 105 میلیون لیتر چرا؟ به گفته ایسنا، این شورا با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا در بهار 97 به دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شده. این شورا امروز هم تشکیل جلسه داد و بر اجرای کامل افزایش قیمت بنزین تأکید کرد. سوال اینجاست که چرا در حکومت ایران برای دور زدن قوانین و نهادهای موجود بنا به مسائلی که پیش می‌آید همواره نهاد و شورایی بالای دست نهادهای قبلی ایجاد می‌شود. پس مجلس این وسط چه کار است؟ این سوال در این توییت پروانه سلحشوری هم به این شکل مطرح شد که با این اقدام سران سه قوه عملاً مجلس به هیچ گرفته شده و بهتر است درش را ببندند. در تحولی دیگر که باز هم خشم برخی مجلسیان از دور زده شدن نمایندگان توسط دیگر نهادها را نشان می‌دهد، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت فردا طرحی دو فوریتی برای لغو تصمیم گران شدن بنزین ارائه خواهد شد. او گفته رئیس مجلس با نمایندگان در این زمینه مشورت نکرده. او این طرح را عجولانه خوانده و گفته کاملا مخالف دیدگاه دولت است. محمد رضا تابش از رهبران نمایندگان اصلاح طلب در مجلس هم گفته روش اعلام و اجرای این تصمیم محل سوال است و باید مجلس جلسه فوری بگذارد. البته از سمت دولت تلاش برای مدیریت خشم مردم و اعضای دیگر نهادها را هم میتوان دید. در فضای مجازی حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی با انتشار نظرسنجی و توییت‌های بظاهر چالشی قصد دارد بگوید که فایده این افزایش ناگهانی قیمت بنزین برای مردم نیازمند را باید دید، و یا این توییت که گفته دولت بنزین را گران کرده یا سوبسید را کم. سوال اصلی اینجاست که آقای آشنا و دیگر اعضای دولت تا قبل از این برای قانع کردن افکار عمومی چه کردند؟ و فایده این موضع‌گیری‌ها حالا در شرایط عصبانیت مردم چه خواهد؟ دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها به گران شدن چند برابری قیمت‌ها در ایران و موفقیت تحریم‌هایی که اعمال کرده اشاره می‌کرد. حالا مردم در داخل از حکومت می‌پرسند وقتی ترامپ نفت ایران را تحریم کرده، حکومت راحت‌ترین کار را خالی کردن بار فشار بودجه‌ای روی دوش مردم دیده، و آیا این بهترین پاس گل برای تبلیغات دونالد ترامپ نخواهد بود؟ محمد امینی، بی بی سی. کماکان علیرضا نامور حقیقی تلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما هستند و حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی از تهران با ما. آقای نامور حقیقی، آیا این تصمیم بهره سیاسی رو نصیب طیف یا گروهی در ایران میکنه؟ ببینید، این تصمیم عمدتاً در سری قبل هم همینجوری بود. اصرار آیت الله خامنه ای بود که قیمت بنزین افزایش پیدا کنه به چند دلیل. دلیل اولش این هست که همون چیزی که تو گزارش بود که مصرف تأثیر بشه. دوم این که امکانات بودجه‌ای ایران که بخشی از این بنزین‌ها به خارج فروخته بشه، چون امکان فروختن بنزین بیشتر از نفت خام یا حتی پتروشیمی است که بتونن در مقاومتی که در ارتباط با تحریم آمریکا دارن موفق بشن. و سوم مسئله بودجه است که دولت 30% کسری بودجه داره که این رو باید حل کنه. برای حل کسری بودجه سه را داره بیشتر دولت نداره، یا اینکه خدمات عمومی رو افزایش بده، هزینه خدمات عمومی رو افزایش بده، یا بره به سمت استقراض بانک مرکزی، یا هزینه های دولتی رو کم کنه که 85% بودجه مربوط به این هزینه هاست.
متاسفانه دولت در بودجه سعی کرده که کارهای انجام بده ولی با مقاومت نهادهای حکومتی روبرو شد که بتونه هزینه های مربوط به نهادهای غیر دولتی که از دولت بودجه میگیرن رو کم کنه، مثل صدا و سیما، مثل نهادهای فرهنگی، که موفق نشد. مشکل اساسی این هست که بخشی از این مسئله مربوط به تاکتیک افزایش قیمته که پیشنهاداتی از طریق دانشگاه شریف مطرح شد که این سوبسید به افراد داده بشه، گزارش مفصلی که به افراد داده بشه نه خودروها، و راهکارهایی هم داده بودن که به نظر میرسید منطقی تر از این راهکاره. دوم مسئله کلی سیستم هست. ببینید سیستم نه امکان مشارکت سیاسی رو برای افراد افزایش داده که اون رو محدودتر ساخته، نه حاضر شده نهادهای موازی رو جمع کنه که کلی به اقتصاد ایران ضربه میزنه. مثلا شما فکر کنید ما دو تا نهاد اطلاعاتی داریم، یعنی دو تا بودجه. سوم همین نهادهای اقتصاد موازی مثل ستاد فرمان اجرایی، آستان و قصد، 30-40% اقتصاد بیرون اقتصاد دولتی است. اینا کلی منابع مالی دارن که نه حاضرن در اختیار دولت قرار بذارن، نه آقای روحانی اصرار میکنه که اینا منابعشون در اختیار دولت قرار بدن. و از همه مهمتر اختلافاتی است که در بلوک قدرت وجود داره و هر کسی سعی میکنه که این رو به نفع خودش استفاده کنه. مثل آقای زنور، آقای زنور داره این رو علیه دولت استفاده میکنه، در حالی که اصرار آیت الله خامنه ای از قبل بوده که این بنزین افزایش پیدا کنه. بنابراین جنایی ممکنه این رو بخواد استفاده کنه که دولت رو حتی بیاره پایین، و این در هر صورت بله در هر صورت به نظر میاد اقدامی دردناکه برای حاکمیت. ولی آقای اسدی زیدآبادی، آقای ناور حقیقی اشاره کردن که اگر قربانی داشته باشه این جریان، ممکنه که دولت و جناح نزدیک به دولت باشه. شما چی فکر میکنید؟ شواهدی که تا الان داریم طبیعتا همین هست، چون که به هر حال ارچی گفته میشه که در شورای سران سه قوه، که من نمیدونم که چه نهاد قانونی صلاحیت داری هست برای این مصوبه، این تصمیم گرفته شده و طبیعتاً میخوان گفته بشه که این مسئله یک تصمیم بوده که در سطح سران سه قوه بوده. ولی واقعیت اینه که به هر حال این تصمیم رو دولت داره اجرا میکنه و دولت هم به هر حال مبتنی بر اون اختیاری که مجلس در بودجه گذاشته برای اینکه بتونه این بحث سهمیه بندی بنزین و هدفمند کردن یارانه ها رو تنظیم بکنه بر اساس تصمیمی که برای نرخ میگیره، و این هم نقدی که به مجلس وارده که چرا دست دولت رو اینقدر باز میذاره تا امروز بخواد در واقع اعتراض بکنه، به هر حال به دولت خواهد خورد، چون که قوه قضاییه بعد از این طبیعتاً فقط در حال رسیدگی به این اعتراضات خواهد بود و بیشتر از اون نمیشه ازش در واقع در میدان انتظاری داشت. و اون چیزی که به هر حال میتونه یک تصمیم سیاسی منجر بشه در ایران، به هر حال معطوف به دولت هست. دولت هم میدونیم که از پایین ترین سطح رضایت طرف مردم برخورداره. میبینیم که در اعتراضات علیه رئیس دولت داره شعار داده میشه. حالا بعضیا ممکنه بگن که این از طرف جناح رقیب و اینا، من فکر میکنم که بخش عمده‌اش هم واقعیته. به هر حال این مسئله فقط بنزین نیست. مردم نگاه میکنن که آقای روحانی در 4 سال اول ریاست جمهوریش اتفاقا به موجب قانون مکلف بوده که این قیمت حاملای سوخت رو به طور نوبتی اینو اضافه بکنه و همگام بکنه، ولی خب به هر حال تصمیم سیاسی ایشون این بوده که این کارو نکنه. و مردم امروز به هر حال گفته های خود آقای روحانی و مسئولین دولت آقای نوبخت رو میارن و میگن که این به هر حال وقتی که شما از قبل میگفتید که دو نرخی شدن یک نوع فساد هست، پس چجوری امروز تصمیم میگیرید دوباره همون کار رو بکنید؟ و اگر این چرا بعد از اینی که انتخابات رو بردید برای بار دوم و ظاهراً دیگه نیازی به مردم نداشتید در انتخابات، اقدام کردید به این که زمزمه افزایش قیمت‌ها در بودجه ها از برخی نکات، تا امروز که این تصمیم رو به هر حال بعد از مدت‌ها این که شایعش مطرح بود اتخاذ کردن و اعلام کردن؟ آقای ناور حقیقی، بحث به انتخابات کشید. همین چند روز پیش ستاد انتخابات آغاز به کار کرد. حدود کمتر از 100 روز به انتخابات باقی مانده. دولت به این دلیل چنین گامی رو برداشت و عملی کرد، در حقیقت به خاطر اینکه آقای روحانی خیلی نیاز به
دوباره انتخاب شدن نداره و از این نظر خاطرش جمعه؟ بله، این همین اختلاف تو بوله که قدرت اینجا معلوم میشه. نمایندگان مجلس برای اینکه آراء مردم رو به دست بیارن عمدتا در این فضا مخالفت میکنن. قبلا هم تو مجلس هفتم در مورد دولت آقای خاتمی این کارو کردن. بنابراین مخالفت میکنن با افزایش قیمت بنزین برای که بتونن آراء مردم رو جلب کنن. نکته دوم این است که دولت آقای روحانی به هر حال مشکلات جدی داره، ولی حاضر نیست به جراحی استراتژیک دست بزنه، و چون جراحی استراتژیک حاضر نیست بزنه مجبور شده به این اقدامات کوتاه‌مدت برای حل بودجه اشاره کنه دست بزنه، و طبیعتاً در انتخابات برای جریان هوادار آقای روحانی انتخابات به ضررش خواهد بود. یه دلیلی هم که به نظر میرسه بخشی از اصلاح طلبان سکوت کردن در مورد همین مسئله انتخابات هست، یعنی اونا موزه مشخصی ندارن. واقعیتش این است که باید یک نگاه کلی کرد اگر می‌خواستن این اقدام رو انجام بدن، چه از جنبه تبلیغاتی و چه از افکار عمومی خوب عمل نکردن. دومی که آقای روحانی بایستی راهبرد استراتژیک اتخاذ کنه که بتونه مسئله رو حل کنه، وگرنه فرض کنیم حتی اعتراضات رو هم جمع بکنن، با توجه به اینکه ایران با چالش جانشینی روبروست، چالش تنظیم رابطه با قدرت‌های بزرگ و چالش حکمرانی، یعنی نحوه حکمرانی است که الان مسئله جدی ایجاد کرده برای مردم، در این سه تا چالش این اقدامات کوچک میتونه جرقه ایجاد کنه و مسائل دولت رو حل نکنه، و خب انتخابات هم میتونه چند تا واکنش داشته باشه، یا اینکه در شهرهای کوچک به هر حال یک مشارکتی خواهید دید و جریانات مخالف دولت ممکنه آرا بیارن، رأی بیارن، جریانات طرفدار آقای احمدی نژاد و اصولگراها که شعارهای دولت میدن. دومی که در شهرهای بزرگ مشارکت کم بشه، مشارکت کم شدن در شوراها هم معمولا به نفع جریانات اصولگرا تموم میشه، و سوم این که در نهایت دولت اگر نتونه این وضع رو مدیریت کنه و انتخابات مجلس رو به طور کامل از دست بده، در یک سال نیم آینده هم از جنبه خارجی هم از جنبه داخلی فلج خواهد شد، و وقت روحانی با کارنامه تیره حکومت رو ترک خواهد کرد. آقای زیدآبادی، اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای روحانی در موقعیت ضعف قرار میگیره، دولت یکی از بازندگان این جریان ها هست، تا چه اندازه ممکنه اوضاع به نفع اصولگراها، مثلا چهره مطرح اونها این روزها آقای رئیسی، تموم بشه، یا افرادی مثل طیف آقای احمدی نژاد که کم و بیش ابراز تمایل کردن دوباره برگردن از حاشیه به متن؟ به طور مستقیم طبیعتا این منجر به افزایش حمایت از اونها نخواهد شد. البته ممکنه تحولات بعدی به دلیل اینکه سطح مشارکت مردم کاهش پیدا بکنه، همونجور که آقای نامور گفتن، این میتونه به نفع اونا منجر بشه. ولی اعتراضات به هر حال واقعیتش اینه که کلان سیاست‌های حاکمیت رو مورد انتقاد قرار میده. البته من این رو هم لازمه که اصلاح بکنم که در مورد اینکه گفتن فعالین سیاسی اصلاح طلب یا بر منتقد موضع‌گیری نداشتن، ساعتی پیش یک بیانیه‌ای منتشر شد که 77 نفر از فعالین سیاسی این ضمن تاکید بر حق اعتراضی که مردم دارن و از حکومت میخوایم که این رو حتما لحاظ بکنه، از خشونت‌هایی هم که اعمال شده به اصطلاح ما محکوم میکنیم، این رو هم لازم بود بگم. اما فکر میکنم در مجموع این اعتراضات اگرچه شاید منجر، یعنی یک خطر عمده‌ای برای کلان حاکمیت نباشه، به دلیل اینکه خب اینها درخواست‌های معیشتی هست که مردم به حق دارن، و من به نظرم میرسه که حاکمیت ظرفیت این رو داره که این خواست‌ها رو برآورده بکنه، و فکر می‌کنم که شاید به این سمت بره. به هر حال این مسئله بنزین و گرانی برای مردم مهم هست. در شهرهایی هم ما این رو می‌بینیم که بیشتر بیکاری و وضعیت وخیم اقتصادی بیشتر در اونجا هست، و نمیخوام بگم که قشرهای لزوما فقط ضعیف الان دارن اعتراض میکنن، بلکه معتقدم که متاسفانه قشر متوسط و طبقه متوسط ما هم الان ضعیف شده و اونها هستن که دارن اعتراض میکنن. سپاسگزارم از حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی از تهران با ما، و همینطور علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما.
باید اضافه بکنم که فضای مجازی همچنان ملتهب مثل آنچه که در ایران در حال رخ دادن هست. تصاویر زیادی در فضای مجازی دست به دست میشه، مراجعه زیادی هم به بی بی سی فارسی هست. صفحه اینستاگرام بی بی سی فارسی تعداد دنبال کننده هاش از 6 میلیون گذشته. همکارم پویا قربانی اینجا با من. پویا، چه مطالب تازه‌ای در فضای مجازی در حال چرخش است؟ چند ساعته که کاربرا دارن اشاره میکنن به اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت موبایل. ما اینو از همون موقعی که برنامه‌مون رو شروع کردیم در پوشش خبریمون اینو اشاره کردیم، اما اتفاق میشه گفت پله بعدی این محدودیت این هستش که من دیدم یکی از کاربرامون برامون نوشته که تقریبا ارتباط اینترنتی با خارج از ایران دچار اختلال هست. سایت‌های داخلی مردم میتونن مراجعه کنن، اما به خارج از ایران چندان کار نمی‌کنه. سرویس‌های وی پی ان گفته که این کاربر گفته که قطع و همه پروتکل‌های وی پی ان دچار اختلال شدن و فقط یکی از سرویس‌های وی پی ان تلگرام ساکس اون کار می‌کنه. این یکی از موضوعایی که خیلی بازتاب داشته. چند ساعت پیش هشدار داده بودن که اگر با وقفه در حقیقت فیلم‌های جدید کاربرا روبرو شدن، اینو هشدار رو در حقیقت موافقان این اعتراض دارن عنوان می‌کنن. داشتن عنوان میکنن که نباید دل سرد شد، چون این اختلال هدفش این هستش که وقفه ایجاد کنه در روند اطلاع رسانی و این ذهنیت رو بده که اعتراضات متوقف شده. اما حالا که اینجا هستیم بد نیست یه اشاره هم بکنم به یه توییتی که دیدم. علی که خودش پزشک هست توییت کرده بود، اظهار تأسف کرده بود از اینکه چقدر بده که مردم نمیدونن اونجور که این کاربر توییتر نوشته با زخمی هایی که گلوله خوردن چه کنند. از نظر یک پزشک گفته بود که تنها کافیه که محل خونریزی رو فشار بدین و اینا رو زودتر به دست ما برسونین و مطمئن شین که راه‌های تنفسشون بازه. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی دیدم در حقیقت مقایسه میشد، مقایسه اعتراضات با معترضین در هنگ کنگ بود و تجهیزاتی که اونا به همراه دارن که در حقیقت باعث ایمنیشون میشه. این در مقابل ویدیوهایی قرار میگیره که ما در چند شهر از جمله شهریار دیدیم که نیروهای انتظامی وقتی دارن از دست معترضین میگریزن به شکل مستقیم به سمت معترضان تیراندازی کردن. این برخلاف اون چیزی بود که مقامات پلیس میگفتن که اجازه تیراندازی مستقیم ما ندادیم. اما در همین رابطه در حقیقت واکنش هایی داشته خیلی، مخصوصا اون ویدیوی شهریار که گفته بودن که اون، من نقل میکنم، که این نیروهایی که برای اسرائیل و آمریکا شاخشون نمی کشیدن الان به سمت هموطنشون دارن تیر مستقیم شلیک میکنن. و ویدیوهای دیگه ای که دیدم خیلی داره دست به دست میشه، ویدیوهایی هست در تبریز که نیروهای انتظامی رو و نیروهای ویژه رو نشون میده که دارن به خودروهای عبوری آسیب میزنن. این چیزیه که به هر حال روشی هستش که ما در سالهای پیش هم از نیروی انتظامی دیده بودیم و اینو عنوان کردن که ممکنه از فردا بگن که این معترضین بودن یا برداشت دیگه از این بشه. اخلال و اختلالی که در دسترسی به اینترنت گزارش میشه چقدر اطلاع رسانی رو کند کرده؟ چقدر از حجم مطالبی که صبح تا حالا به دست ما میرسید این طرف و اون طرف منتشر میشد کاسته؟ در تلگرام هنوز این روند اختلال نتونسته تأثیر مخربی بذاره. همونطور که گفتم یکی از وی پی ان های تلگرام هنوز داره کار میکنه، اما من با یکی از همکارای بخش آنلاین داشتم صحبت میکردم، اون تایید میکرد که ترافیک در حقیقت مخاطبان از ایران، ترافیکی که داره آنلاین رو و وبسایت ما رو نگاه میکنه، نشون میده که از ایران دچار افت شده. این به هر حال ممکنه یکی از تأثیراتی باشه که این اختلال گذاشته باشه. وزارت ارتباطات ایران از چندی قبل طرحی رو داشت برای اینترنت ملی، اونو بسیاری از فعالان حوزه دسترسی به اینترنت آزاد هشدار داده بودن که این ممکنه ایران رو به سمت کره
هم ببره. ما قبل از اون شاهد بودیم که مثلا اگر اختلالی در اینترنت ایجاد می‌کردن، بانک‌ها اولین جایی بودن که دچار مشکل می‌شدن و نمی‌تونستن نقل و انتقال مالی انجام بدن. این اینترنت ملی اتفاقا در همچین مواقعی احتمالاً داره کمک می‌کنه به اینکه هم جلوی روند اطلاع رسانی رو بگیره، همین که نیازهای خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی ایران نیازهاشون برطرف بشه و دچار مشکل نشن. ممنونم از پویا قربانی همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرد. و ما برای بررسی ابعاد اقتصادی این تصمیم دو مهمان داریم. محمد رضا سبزعلی‌پور تحلیلگر مسائل اقتصادی از تهران که روی خط تلفن با ما هستن، احتمالاً به دلیل مشکلی که در اینترنت هست ایشون نتونستن روی خط اسکایپ حاضر بشن، ولی خب تلفنی به برنامه پیوستن. و همینطور فرهاد گوهردانی پژوهشگر توسعه سیاسی و اقتصادی از یورک بریتانیا با ما. اجازه بدید سوال اول رو از آقای سبزعلی‌پور بپرسم. آقای علی‌پور، دولت در شرایطی بوده که گویا ناگزیر بوده اقدامی بکنه، ولی تصمیمی که الان گرفته شده چقدر تصمیمی بوده که بهترین گزینه جلوی دولت باشه؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، و عذرخواهی میکنم از اینکه به هر صورت اینترنت قطع هست و ما به شکل تلفنی در خدمتتون هستیم. و من در خصوص ابعاد اقتصادی میتونم صحبت بکنم، منتها تصویری که کنار بنده انداختی یک بیشتر به ابعاد سیاسی میخوره. اگر تصویر ما رو هم تصویر اقتصادی بکنه فکر میکنم که خیلی بهتر باشه. خدمت شما عرض بکنم که دولت در ارتباط با کاری که انجام داده، من فقط میتونم یه پیش مقدمه عرض بکنم، و اونم این که هر دولتی وقتی سر کار میاد باید هدفش این باشه که بتونه در ارتباط با رشد و توسعه کشور قدم برداره و امنیت و آرامش و رفاه مردمش رو تامین بکنه. این بایستی هدف یک دولت باشه. منتهای مراتب چیزی که الان ما می‌بینیم متأسفانه در دولت آقای روحانی، این مختصر این اهداف گم شده. و آقای روحانی چند روز پیش در کرمان صحبتی رو کردن در یزد و گفتن 18 میلیون رو می‌خواهند به حساب کمک هزینه بهشون بدن. اول باید چاله رو بکنن، بعدن منار رو بیارن. منتهای مردمشون اول منار رو آوردن و بعد دنبال چالش گشتن. و این وضعیت قیمت بنزین رو که تقریبا مشخص کردن دیروز نفری روز و یک باره خب آقای علی‌پور ببخشید من هفتون رو قطع میکنم. مشخصا سوال من اینه که آیا دولت کار دیگه ای میتونست بکنه؟ میدونیم که از نظر اقتصادی تحت فشار زیادی هست برای تأمین منابع، گزینه دیگه ای داشت؟ خب برای که گزینه ای داشت، ببینید دولت تحت فشار هست نداشته بودن پشت گردنش که همین فردا شب یا دیشب یا پریشب یک مرتبه این زمان رو انتخاب بکنه و بیاد این قیمت رو به هر صورت اعلام بکنه، اون هم یک مرتبه 300% افزایش قیمت بده. چرا 3000 تومان؟ چرا نه 2000 تومان؟ این قیمت از کجا پیدا شد؟ چه کسی این قیمت رو به این شکل انتخاب کرد؟ و چرا این فشار رو یک مرتبه به مردم وارد میکنه؟ در صورتی که دولت خودش در گذشته، خدای روحانی و دولت مردم اعلام کرده بودن که دونرخی همیشه فسادآور و رانت ایجاد میکنه. قبلا این اتفاق افتاده بود و اون رو از بین بردن، حالا دوباره دونرخیش کردن. و قبلا هم بارها تصدیق کرده بودن که هیچ قصدی برای افزایش نرخ بنزین ندارن و اگر خواستن یه همچین کاری رو بکنن حتما مردم رو قبلا در جریان این قضیه قرار میدن، که متاسفانه یک همچین اتفاقی هم نیفتاد و یک مرتبه مردم مطلع شدن که این اتفاق افتاده. آقای گوهردانی شما چی فکر میکنید؟ آیا راه دیگری در پیش روی دولت بود بر فرض اینکه بخواد منابع خودش رو تامین بکنه؟ بله، دولت اینجا اعلام کرده که این برای تامین منابع نیست، در اصل برای اصلاح قیمت ها و جلوگیری از اتلاف و اسراف منابع انرژی هست و بحث جلوگیری از قاچاق و عوارض منفی دیگه مثل آلودگی هوا و هزینه هایی که به تبع اون میاد و بی‌عدالتی هایی که در حوزه توزیع سوبسید به خاطر قیمت انرژی و بنزین هست. اینا گوهردانی اینو کسی میپذیره که در این شرایط در این وضعیت دولت یک دفعه به فکر آلودگی هوا افتاده باشه بعد نصف شب به یک بار قیمت بنزین رو 3 برابر بکنه؟ بله، این دولت متخصصینی که اونجا هستن این از سالها قبل همیشه این بحث تو ایران مطرح بوده که
این اتلاف انرژیشون باعث پایین بودن قیمت بنزین باعث افزایش مصرفش شده. از مثلا 60 خورده میلیون لیتر در سال در ماه در دوره احمدی نژاد به 90 خورده رسیده. به این اتلاف اینا خواستن که روند سرسام‌آور افزایشی مصرف بنزین رو کاهش بدن و کنترل بکنن. ولی به نظر من این اقدام اصلا مناسب و جالبی در وضعیت کنونی نیست، که به خاطر اینکه فشار تحریم‌ها، فشار کمر بسیار کمرشکن طاقت فرساست روی هزینه‌های زندگی به مردم رو بسیار تحت فشار قرار داده. و نکته دیگه هم اینه که این تصمیم گیری در غیاب مردم و بسیار غافلگیرانه صورت گرفته. این دو تا جنبه منفی بوده. اول باید شما بحث تحریم ها رو حل بکنید، بعد نرخ تورم رو تک رقمی بکنید، بعدن اصلاحات در قیمت انرژی صورت بدید. خیلی خب آقای علیپور، شما اشاره کردید و که دولت در اینجا مقصره، تقریبا همه کاسه کوزه‌ها هم سر دولت شکستید، ولی ما میدونیم که شورای عالی اقتصادی چه این تصمیمی گرفته، سران سه قوه در اونجا هستند و به احتمال خیلی زیاد اشاراتی هم این طرف و اون طرف شده که بدون اطلاع آیت الله خامنه ای نبوده. اصلا ربطی به رهبری نداره این قضیه. اگر شورای سران سه قوه این قضیه رو تصمیم گیری کردن، سران سه قوه با هم در ارتباط با این قضیه صحبت کردن، آقای رئیسی تا اونجایی که من اطلاع دارم مخالفت کردن با این قضیه که در این برهه از زمان فشار به مردم وارد میشه، ولی چند رئیس قوه مقننه آقای مریجانی و رئیس قوه مجریه آقای روحانی موافقت کردن و چون دو رأی مثبت با یک رأی منفی بوده این به اجرا در اومده. پس در اونجا هم بودن و صحبت شده، بحث شده، راجع به مشکلات مردم صحبت شده. منتها دولت میگه در اونجا بوده. اگر دولت واقعا دلش برای مردم نیست، خب اونجا دولت آقای روحانی هم مخالفت میکرد با این طرح. چرا دولت رأی موافق داده؟ پس این یک بحثی است که اصلا ربطی به رهبری نداره. در اونجا بحث مطرح شده و رئیس قوه قضاییه هم مخالفت کرده. این یکی. این طرح کلا خام و ناپخته بوده و مشکلاتی رو داره که بایستی راجع به اون بحث بشه. اولا زمانی که انتخاب شده زمان نامناسبی بوده، ثانیا قیمت اصلا ابهام داره که چرا این قیمت، ثالثا شما میایید با ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه میکنید و میگویید که آقا مثلا فلان کشور چون بنزین گرانتر از ایرانه ایران ارزانه. دومی دلیل نیست که دولت همه چیزش رو با دلار بفروشه به مردم، خدمت شما عرض کنم، و دریافت ببخشید همه چیزش رو با ریال به مردم بده، دریافتیاش با دلار باشه. این بسیار بسیار فشارآوره. زمان این اتفاق خوبه که شما اول به فکر مردم باشید، حقوق و سطح رفاه مردم رو بالا بیارید، اون موقع بتونید قیمت‌ها رو هم بالا بکشید. الان دولت اومده از جیب مردم پول برداره و به خود مردم پرداخت کنه. اصلا مردم این همچین پولی رو نمیخواد. شما میاد این کار رو میکنید، این پول رو به مردم میدید، در عوض 300 دلار گرانی‌های دیگر رو به مردم تحمیل میکنید. این میشه یک عملکرد رابین هودی بار. رابین هود میره پول از دیگران میگرفت، از اعیان میگرفت، از مفسدین میگرفت، میداد به فقرا، ولی خب دیگه تورم واسه مردم ایجاد نمیکرد. اما دولت آقای روحانی اینجا پول از مردم عادی داره میگیره و به خودشون میگه مردم میگن آره ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان، این کار رو نکنید. الان هم حضرات آیات گفتن این قضیه درست نیست. نمایندگان مجلس اینجا که صحبت میکنن نشون میده که در جریان نبودن و مردم هم بایستی به جای اینی که این تخریب ها انجام بشه، این اتفاقا بیفته، از نمایندگان مردم مطالبه بکنن که فردا که جلسه میخواد تشکیل بشه اونها بتونن جلوی این قضیه رو بگیرن. قوه مقننه مگر در رأس امور نیست؟ مگر مجلس در رأس امور نیست؟ خب مجلس باید این کار رو به حساب انجام بده، بلا با این وضعیت که هیچ اتفاقی نمیفته. آقای گوهردانی، همین نکته که آقای علیپور شما بهش رسیدید رو من از آقای گوهردانی بپرسم. آقای گوهردانی، همه کاسه کوزه‌ها دارن سر آقای روحانی میشکنن، ولی آقای علیپور هم اشاره کردن مجلسی هم اینجا هست، نهادهای دیگری هم هستند. تا چه اندازه در اینجا میشه گفت که مسئولیت بر عهده آقای روحانیه؟ به نظر من میاد که این سیاسی کردن این تصمیم و یه نوع اجماعی در کل سیستم، در کل نظام صورت گرفته بوده که همون شورای عالی هماهنگی اقتصادی مظهر اون اجماع هست و حتی مجلس هم این رو به دولت تفویض کرده بوده، اختیار افزایش قیمت ها رو با توجه به شرایط و موقعیت. بنابراین بحث هر کدوم از طرفین هم سعی میکنن رو دوش همدیگه بندازن. وقتی که
مشکلی پیش میاد، افتخارات رو هر گروهی، فردی، دولت یا غیر دولت و خودشون ضبط و ثبت میکنن، هزینه ها و فشارها رو سعی میکنن به گروه و رقیب انتصاب بدن. در حالی که بحث اینه که در قضیه اصلاح قیمت انرژی و بنزین یه نوع اجماعی در درون نظام شکل گرفته بود، ولی بحث اساسی اینه که مردم محرم راز تلقی نشده بودن و اونها گفتگو نشده و مشارکت مردمی وجود نداشت، در غافلگیری این کار انجام شد. بنابراین بحث این نیست که دولت مقصر بوده یا کل نظام در این تصمیم گیری به نظر من مشارکت داشتن و موافق بوده. الان که به بحران خورده هر کی سعی میکنه که اینو به دیگری نسبت بده. آقای علی‌پور، شما بالاخره در تهران زندگی میکنید، نزدیکتر هستید به تحولات. این طرحهایی که گفته میشه در مجلس مطرح شده، یک طرح دو فوریتی برای اینکه قیمت رو برگردونن به قبل، اینا تا چند اندازه عملیه؟ به این معنا که چه راهی پیش روی دولت هست که دوباره اوضاع رو تحت کنترل خودش قرار بده؟ ببینید، این بستگی داره که چقدر نمایندگان مجلس مصمم باشن در ارتباط با این قضیه، ولی آب ریخته رو دیگه به این سادگی نمیشه جمعش کرد، مگر اینی که واقعا یک اراده خیلی قوی از طرف قوه مقننه و افراد تاثیرگذار در کشور و نظام پشت این قضیه باشه که بیان و اوغلای کشور این بحران رو جمع بکنن. ما بحثمون این نیست الان تقصیر رو بندازیم گردن آقای روحانی یا تقصیر رو بندازیم در گردن این و اون. ما بحثمون این هستش که چرا یک طرح خام و ناپخته رو در این برهه از زمان شما اجرا میکنید، اون هم با وجود اینی که مردم در مشکلات و هر صورت دست و پنجه نرم میکنن، خدمت شما عرض کنم وضعیت بدی دارن، سفرهشون روز به روز کوچیک‌تره، سطح اشتغال پایینه، اینها همش فشار به مردم. این شلوغی که الان میبینید فقط به خاطر بنزین نیست، حتما تصمیمات دیگری بوده که مردم به هر صورت ناراحت بودن و این یکی هم مزیدی بر علت شده. اگر این اتفاقات همه با هم دیگه نباشه، روی یک موضوع که مردم اینقدر حساسیت به خرج نمیدن، بحثم بر این هستش که نمایندگان محترم مجلس بستگی داره چقدر این طرح رو جدی دارن میدن، حرف نباشه، عمل پشتش باشه و اگر واقعا اراده پشتش باشه و به صورت قوی و قدرتمند این مسئله رو دنبال کنن، واقعا میتونن این قضیه رو معلقش بکنن و جلوش رو بگیرن و فعلا چند لم یکون بکنن و به زمان دیگری موکول کنن، یا حتی اول قیمت رو به جای 3000 تومان بکنن 2000 تومان. چرا باید فشار به مردم وارد بشه؟ آقای گوهردانی، مشکل دارن. آقای گوهردانی، بعضی از معترضان حرفایی که میزنن فراتر از قیمت بنزین، حتی بر فرض اینکه قیمت هم برگرده که بعید هم هست چنین کاری صورت بگیره، آیا دامنه اعتراض ها رو میشه کنترل کرد؟ به قول آقای علی‌پور، آب رفته رو میشه به جوی بازگرداند؟ یه نکته من میخواستم ذکر کنم در جواب اون سوال قبلیتون از آقای علی‌پور که چرا دولت به این اقدام اقدام کرده با اینکه میدونست امکان اعتراضاتی هست. به نظر من تو ایران همیشه یک احساس کاذبه، اینکه به قول انگلیسی ها میگن island of stability، یعنی ایران حکامش در دوره شاه هم همینجوری بوده، احساس میکنن که یه جزیره ثبات هست. تحولات اخیر در منطقه باعث شده بود که این احساس به نظام و کل سیستم دست داده بود که ایران جزیره ثباته و این اعتراضات شکل نخواهد گرفت. به خاطر همین هم به نظر میاد که این اشتباه استراتژیک صورت گرفت و این اقدام علارغم اون ریسک بالایی که وجود داشت، بهش به خاطر ملاحظات اقتصادی و به خاطر توصیه های اقتصاددونها و اقتصاددونهای نئوکلاسیک و نئولیبرال که این رو بحث اصلاح قیمت ها رو دائما مطرح میکنن، بدون اینکه شرایط بحرانی، اینکه کل سیستم در وضعیت عادی نیست که شما سیاست‌های عادی اتخاذ بکنید و قیمت‌ها رو بخواد حاکم بکنید. در شرایطی که جنگ اقتصادی هست، شما باید جیره‌بندی بکنید و در هر جنگ اقتصادی، یعنی سیستم دچار تناقض هست. از یک طرف میگه ما دچار جنگ اقتصادی هستیم و بحران محاصره اقتصادی، جدی‌ترین و شدیدترین محاصره اقتصادی در تاریخ رو ما داریم تجربه می‌کنیم. از طرف دیگه می‌خواد کل سیستم رو بر اساس قیمت‌ها و بازار اداره بکنه، که این شدنی نیست و باعث اعتراضات میشه. ولی به دلیل اینکه جریان رقیب و جریان آلترناتیو دیگه ای وجود نداره و آلترناتیوش ترامپ و نتانیاهو هستن، به نظر من مردم این اعتراضات رو خیلی پردامنه و جدی نخواهند گرفت و
کم کم کاهش پیدا کنه که شاید با لغو این تصمیم هم مردم به خونه هاشون برگردن و دوباره شرایط عادی بشه. خیلی ممنونم از فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه سیاسی و اقتصادی از یورک بریتانیا با ما، و همینطور محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از تهران با ما. و قیمت بنزین در ایران در 20 سال گذشته به طور متوسط در هر دوره حدود 400% افزایش قیمت داشته. بنزین با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد سهمیه بندی و دو نرخی شد. حسن روحانی بنزین رو تک نرخی کرد، ولی بعد از 3 سال از دیروز پرروز بنزین دو نرخی شد و دوباره به پمپ بنزین های ایران با کارت سهمیه بندی بازگشت. با وجود اعتراض های گسترده به بالا رفتن قیمت ناگهانی بنزین، بعضی معتقدند که قیمت بنزین در ایران همچنان ارزان تر از کشورهای همسایه است. آرش حسن نیا خبرنگار اقتصادی از پراگ با ماست. آقای حسن نیا، در مورد این استدلال چی فکر میکنید که ایران یکی از ارزان ترین قیمت های سوخت رو داره و همین هم باعث ضیاع منابع شده؟ این که به شکل مطلق، یعنی صرف نظر از دیگر شاخص‌های اقتصادی یا دیگر اعداد و ارقام، فقط قیمت بنزین رو با نرخ برابری دلار تبدیل بکنیم و مقایسه بکنیم، این گزاره‌ای که شما بهش اشاره کردید و گزاره آشنایی هم هست و گزاره تکراری هست در پیش از هر شوک قیمتی که قرار هست یا افزایش قیمتی که قرار هست برای حامل‌های انرژی یا دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه صورت بگیره گفته میشه، به طور مطلق این درسته. یعنی اگر صرفا فقط بخوایم قیمت بنزین رو با نرخ برابری دلار لیتر به لیتر با کشورهای همسایه ایران مقایسه بکنیم، ایران از جمله ارزان‌ترین بنزین‌ها رو عرضه می‌کنه، اما استفاده از یک عدد، از یک شاخص، اون هم قیمت بنزین یا قیمت هر کالای دیگری، برای اینکه شما سیاست‌گذاری کلانی رو انجام بدید یا برنامه‌ریزی رو انجام بدید به بیراهه میرید. میشه جای بنزین رو با هر کالای دیگری تغییر داد و نتایج متفاوتی گرفت و بر اساس ارزان بودن یا گران بودن نسبی اون کالا تصمیم‌هایی رو اتخاذ کرد که با استدلال ما برای گرفتن اون تصمیم جور در میاد. برای همین هم هست که مخالفان افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین اشاره می‌کنند که خب اگر قرار هست که قیمت بنزین همپای قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران بشه، چرا سایر شاخص‌ها یا سایر اعداد ارقام دیگری که می‌تواند مؤثر باشه بر زندگی مردم اونها مقایسه نمیشه؟ از جمله مثلا حداقل دستمزد یا سرانه درآمد یا حتی نرخ سود بانکی یا حتی نرخ تورم در این کشورها. برای همین هست که هر کدوم از این تک شاخص ها رو اگر ما مبنای مقایسه یک کشور با کشورهای دیگه بگیریم، الزاماً یک تصویر واقعی از وضعیت موجود اون کشورها به دست نمیده، من جمله همین مقایسه ای که موافقان افزایش قیمت بنزین میکنن بر سر ارزانی قیمت. در هر صورت نباید فراموش بکنیم که میزان مصرف بنزین در ایران بسیار بالاست و در سالهای گذشته روند افزایشی هم داشته. ضمن اون هم مسائل دیگه‌ای مثل ترافیک و آلودگی هوا هم گره خورده به این موضوع. حالا صرف نظر از اینکه چقدر قیمت بنزین قابل مقایسه است با قیمت جهانی اون، بالا رفتن قیمت بنزین تا چه اندازه حل کننده مشکلاتی از این دسته، مسائل زیست محیطی و همینطور موضوعی مثل ترافیک؟ ببینید، این هم از همون گزاره‌های آشناست که در واقع مدافعان حالا اون چیزی که خودشون اسم میگذارن بر اون تصمیم و برنامه‌ای که دارن اصلاح نسبی قیمت‌ها یا مثلا تعدیل یا واقعی کردن قیمت ها، یکیش هم همین بحث مصرف است. بی تردید یکی از ابزارهای کنترل مصرف قیمت هست، اما همه ابزارها قیمت نیست. به هر حال کشش پذیری کالاها بر اساس یکسان نیست و کالاها رفتار متفاوتی نسبت به افزایش قیمت نشان میدن. در مورد بحث بنزین، تجربه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال 89 در دوره دولت آقای احمدی نژاد هم نشون داد که به سرعت اون کنترل مصرف
تغییر میکنه و اثرش رو از دست میده به چند دلیل مشخص. اول اینکه اگر یعنی اول اینکه جایگزینی برای استفاده از خودروهای شخصی به عنوان متهمان اصلی مصرف بالای بنزین و دیگر سوختها در کشور وجود نداره. یعنی شما در تمام این سالهایی که شعار داده شده که قیمت بنزین ارزان هست و مصرف بالا به خاطر ارزان بودن هست، کمک قابل توجهی برای توسعه حمل و نقل شهری، حمل و نقل عمومی نشده. حمل و نقل پایدار، ارزان و قابل اتکا که افراد اصلا لازم نیست تنبیه بشن یا اینکه به اونها اجبار بشه که از اون استفاده بکنن. افراد بر اساس تحلیل عقلانی خودشون اگر چنین حمل و نقل همگانی در اختیارشون باشه اون رو انتخاب میکنن. یا نمیشه تنها متهم مصرف بالا رو مردم ایران دونست که مثلا چون دور میکنن یا چون استفاده زیاد میکنن از بنزینی که ارزان هست این اتفاق میفته. خب مردم ایران خودروهایی رو سوار میشن که به شکل غیر استانداردی به دست اونها تولید میشه و به دست اونها میرسه و اتفاقا متولی سیاستگذاری اون خودروهای پرمصرف غیر استاندارد دولت هست. آیا دولت در دولت ها، نه این دولت، بحث بر سر حاکمیت و برنامه های بلند مدت دولت هست، آیا دولت ها در تمام این سال هایی که گفتند مصرف بنزین و سوخت در ایران بالا هست به خاطر اینکه ارزان هست کاری کردن برای اینکه تولید خودروهای استاندارد در ایران اتفاق بیفته، یا واردات مثلا خودروهای هیبریدی یا خودروهای برقی سهل بشه، ارزان بشه و مردم از اونها استفاده بکنن؟ معلومه که در کشوری که مردم بتوانند خودروی هیبریدی ارزان یا خودروی برقی ارزان و مهیا رو داشته باشن، خب نسبت به افزایش قیمت بنزین حساسیت ها کمتر خواهد شد چون که مصرف اونها هم کمتر هست. به نظر میاد که در این در واقع استدلال های موافقان شوک درمانی یا شوک های قیمتی که هر از گاهی در ایران در سالهای اخیر ما شاهدش بودیم، این استدلال ها استدلال های یک سویه ای هست که به نفع موافقان این تصمیم پیش میره، هم در بحث ارزانی هم در بحث بالا بودن مصرف. آقای حسنی، وقتمون خیلی کمه، اشاره کردید که ممکنه اثر این افزایش قیمت هم بعد از مدتی اگر هم درآمدی برای دولت ایجاد بکنه خونسا بشه و پیامدهای تورمی هم داشته باشه. میدونیم تورم بسیار بالاست، مشکلات زیادی هم وجود داره. به کجا میرسه؟ وضعیت به کدوم سمت میره؟ فکر میکنید که دولت چه کار خواهد کرد بعد از این؟ راه دیگه ای که داره آیا مثلا چاپ پول بی پشتوانه است؟ ببینید، رفتار دولت در اعلام این خبر به گونه ای بوده که بر اساس نشانه شناسی، چون ما خبر از برنامه های بعدی نداریم، تصمیم یک باره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدون اطلاع قبلی، بدون فراهم آوردن تمهیدات قبلی، نشون میده که بیشتر از اینکه این تصمیم از سر یک برنامه ریزی یا تمهیدی بوده، از سر یک استراری بوده و بعیده که سیاست های تکمیلی بعدی وجود داشته باشه برای اینکه مثلا دست کم نقدینگی کنترل بشه یا مثلا بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، اینها کنترل بشه که دست کم این پخش پولی که به شکل یارانه های جدید قرار هست در کشور پخش بشه، 30,000 میلیارد تومان منابعی که آقای روحانی گفته، منجر به تورم نشه که حتی آثاری رو که گفتند که معیشت بخش های از جامعه بهبود پیدا میکنه به دلیل افزایش قابل توجه تورم از دست اونها گرفته بشه و همچنان اونها متضرر بشن. من راستش نشانه ای از این که یک بسته سیاستی جامع کامل و بستری فراهم و نهادهای فراهم برای این که این تصمیم به شکلی اداره بشه و اجرا بشه در آینده که بیشترین آثار مثبت رو به همراه داشته باشه و کمترین آثار منفی، نمیبینم. بسیار ممنونم از آرش حسنیا، خبرنگار اقتصادی از پراگ با ما. اما تحولات از حرکت باز نیستده. نیکولاس نیکسادات اینجاست، تازه ترین ها رو به ما بگو نیکولاس. بله، طبیعتاً محور ها هم محور هایی است که در طول روز و در طول این برنامه بهشون پرداخته شده، ولی خب شاید تحول تازه‌ای باشه یا ادامه اون تحولات باشه. بحث اینترنت هست و قطعی اینترنتی کمپانی نت بلاکس که یکی از ناظران ترافیک اینترنتی از در دنیا گزارش داد، همونطور که پیشتر پویا قربانی هم اینجا میگفت، اختلال از ساعت 6 عصر به وقت تهران در شبکه اینترنتی بوده، همونطور که انتظار داشتیم در موارد پیشین نارامی های دی ماه دو سال پیش
هم همینطور بود. اپراتورهای بزرگ ایران مثل ایرانسل همراه اول و رایتل اینا همه آفلاین هستن. بعد ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی در این زمینه خواهد افتاد. و بحث مهم دیگر طبیعتاً تعداد کشته شده است. رسما همچنان همون یک نفر در سیرجان رو مقام ها پذیرفتن، اما منابع محلی به بی بی سی و به دیگران البته چیزهای متفاوتی میگن. مثلا کشته‌های بهبهان رو شاهدان عینی به بی بی سی میگن که تا 4 نفر هم بوده. یک ویدیو تایید شده داریم در بی بی سی که یک نفر به ضربه گلوله مجروح میشه در مهشهر کرج. بنابراین انتظار داریم که در روزهای آینده تعداد این تلفات بیشتر بشه یا به رسمیت حداقل شناخته بشه. پرستارهای زیادی به بی بی سی گفتن در شهرهای مختلف که مجروحانی که گلوله بهشون اصابت کرده برای مداوا به بیمارستان ها اومدن. و بنابراین این اون صحبت های فرماندار سیرجان رو که من در گزارش خودم در ابتدای برنامه گفته بودم که گفته بود نیروهای امنیتی اجازه تیراندازی مستقیم نداشتن رو نقض میکنه. مدارس شیراز و اصفهان و تهران فردا تعطیل خواهند بود. طبیعتاً در مثلا شیراز بحث برف نیست، بحث ترافیک هست به علت این نارامی ها. و ادامه اون بحث ارتباط و جایگاه بین نیروهای مختلف، نهادهای مختلف. آقای علی مطهری در نماینده مجلس از تهران گفته دو اشتباه بزرگ صورت گرفته، یکی شیب تند این قیمت ها و دیگری این بحث که اصلا این شورای عالی سران سه قوه، هماهنگی اقتصادی بین سران سه قوه، کارش همچنین تعیین قیمت بنزین نبوده، کارش تصمیم های فوری و فوتی به قول ایشون برای دور زدن تحریم ها بوده و این باید از مجلس میگذشت. و اشاره هم شد فکر کنم در پکیج محمد امینی که فراکسیون امید طرح فوریتی داده برای اینکه فردا یک شنبه در مجلس بازگشت قیمت بنزین به قیمت اولیه دوباره بررسی بشه. در هر صورت واکنش ها زیاد بوده، اشاره کردی. جالب این هست که آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه هم با اعتراض کرده، از اون طرف هم ولیعهد پیشین ایران اعتراض کردن. اینا همه طرفدار این هستن که باید بر مردم سهل گرفته بشه. ما البته برنامه‌های خبری خودمون رو ادامه میدیم. همین الان هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنید و همینطور به سایت ما مراجعه بکنید که پخش زنده بر روی سایت ما ادامه داره و همینطور پوشش لحظه به لحظه و زنده. ممنونم از همراهی شما، ممنونم از همکارم نیکولاس نیکزادات اینجا که ما رو در جریان تازه‌ترین‌ها گذاشت. ما در برنامه‌های خبری بعدی باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت و برنامه 60 دقیقه فردا هم به احتمال خیلی زیاد اگر تحول عجیب دیگه‌ای رخ نده به همین موضوع اختصاص خواهد یافت. شب و روز بر شما خوش و ممنونم از همراهی شما با برنامه 60 دقیقه. Thank you.